برجه و ساقی طرب آغاز کن و از می کهنه به نه آغاز نو. ساخت چند آلبوم موسیقی کردی بخشی از پروژه‌های کاری سهراب پورناظری برای احیا و توسعه موسیقی نواحی غربی ایران است که هنر او از آن جاریشه گرفته است. علاوه بر این، از کارهای درخور و شایسته این هنرمند میتوان به برنامه‌ریزی برای همکاری با نغمه سرایان زن ایرانی اشاره کرد که به رغم تمایلش به گزیده کاری و همکاری با خوانندگان معدود، قصد دارد این بخش از موسیقی ایرانی را نیز در مسیری که پیش گرفته است با خود همراه سازد. من همیشه با زنها کار میکردم. از اولین تجرباتی که با گروه پدرم، گروه شمسود، خواننده های ما خانم ها بودن و نوازنده هایی که کنارشون قرار گرفتم خانم بودن. این نبودی که با خانم ها کار نکنم، ولی الان دو تا پروژه خیلی مشخص دارم کار میکنم. یک پروژه از روی موسیقی کردی که دو تا آلبوم منتشر کردیم و آلبوم سومش به زودی منتشر خواهد شد که به اسم نیشتمان هست، که در اروپا کار شده بودیم، که خواننده اون یک خانم خیلی توانای کرد هست و اسمشون خانم دنیا کمالی هست. و خواننده دیگه که من چندین سال طول کشید تا به یک سرفصل مشترکی باش برسم که کارمون آغاز بکنیم، خانم سحر بروجردیه. اصولا من آدم یک کمی به قول معروف تنوع رو در انتخاب همکارام خیلی دوست ندارم. دوست دارم که با یک خواننده، یک نوازنده، یک گروهی سالها پیش برم، وقت بگذرونم، به درک مشترک برسم. و به موسیقی به عنوان شغل هیچ وقت نگاه نکردم که بگم حالا حرفه‌ای هم دیگه، این خواننده نه، اون خواننده نه، این نوازنده نه، اون نوازنده نه. سالهای سال با یک تیم پیش میرم و تا جایی که اون تفاهم وجود داشته باشه و اون درک مشترک وجود داشته باشه، این همکاری ادامه پیدا میکنه. و برای همینم این مسیر طول کشید تا به اون به قول معروف سرمنزلی که میخواستیم برای شروع کار برسیم. یه 3-4 سالی طول کشید و کارمون رو امسال آغاز کردیم. ایشون به نظر من بسیار خواننده تواناییه، به خصوص من در همین کنسرت و تور اخیر متوجه خیلی از توانایی که تا حالا بروز نداده شدم و میتونم آینده بسیار درخشانی رو براش متصور بشم. دلیل دیگه همکاری من با خانم ها اینه که متاسفانه به دلیل محدودیتی که وجود داره، خانم های ما اونقدر عرصه اجرا در اختیارشون قرار نمیگیره و یک بخش عمده از پیشرفت موزیسین ها روی صحنه اتفاق میافته. ما خودمون رو صحنه پخته شدیم، رو صحنه خیلی چیزا رو آموختیم، به درک رسیدیم، به تکامل در اجرا رسیدیم، به اینه که چطوری میشود یک اجرایی رو مدیریت کرد. اینا همه رو صحنه اتفاق میفته و زنای ما محرومن از این خیلی مواقع. و من بالاخره این احساس رو در من به وجود اومد که این هنر ما نیاز داره. الان ما یک خواننده تمام عیار زن نیاز داریم که داشته باشه و در این عرصه هنرمندا باید این فضا در اختیارشون قرار بگیره. و اگر من توانایی داشته باشم، دوست داشتم اونو در اختیار زنای سرزمینم هم قرار بدم و در کنارشون بتونیم به نتایج جالب برسیم. دو تا ویژگی این داره. یکی این که این موسیقی که ما در این پروژه با خانم سحر داریم دنبال میکنیم بسیار وفادار هست به موسیقی اصیل ایرانی. کارهای قبلی که من کردم یه مقداری موسیقی تلفیقی یا فیوژن درش نقش داشت، این چند تا از قطعات خیلی وفادار هست به موسیقی اصیل ایرانی. یک. دو، اینی که ما دنبال این هستیم که فضاهای کهن فرهنگیمون رو در دل اجراهامون بیاریم. یعنی دوست داریم که مثلا در یک
ترکی یا در یک قطعه‌ای، مثلا از آگوستیک یک مسجدمون، از آگوستیک یک محل باستانیمون بهره ببریم و این در اون تقسیم بندی در ژانر موسیقی الکترونیک قرار میگیره این کاری که ما آخر میکنیم. پس تلفیقی میشه بین موسیقی اصیل ایرانی و موسیقی الکترونیکی که میگم باز وام گرفته از فرهنگ کهن ماست که کمتر شنیده شده که مثلا یک اثری در فضای مسجد شیخ لطف الله اجرا بشه، در مسجد شاه اجرا بشه، با اون آگوستیک اجرا بشه و این به نظرم میتونه برای شنونده یک آمبیانس جالبی، یک فضاسازی جالبی ایجاد بکنه. سهراب پورناظری در آثارش تلاش کرده است لذت موسیقی معاصر را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. تلاشی که در آلبوم‌ها و قطعاتی که با همکاری همایون شجریان منتشر کرده به خوبی مشهود است. قطعات او می کشد قلاب را، من کجا باران کجا، اسفند، نوروز خانی و نوروز، ابر بهار، مرگ اسفندیار و ایران من آثاری درخشان و حاصل این همکاری‌اند. من اگر اون هنرجوی با استعدادی ببینم، اصلا بدونی که اون دنبال من بگرده، من دنبالش میگردم و بهش مطالبم رو انتقال میدم. در همین کنسرت ما یک نوازندهی داشتیم که 19 سالش بود، فقط نوازنده تار ما که من دیدم خیلی استعداد داره و ایشون از تبریز پیدا کردم و طبیعتا در کنارش خب اون تجربیاتی که دارم رو بهش منتقل میکنم و کسایی که استعدادشو داشته باشن من سراغشون میرم. مثلا حالا خیلی از اونام سراغ من میام ولی خودم دنبالشون میرم، چون که موسیقی ما تو مرحله حساسی قرار داره. ما نسلی بودیم که خیلی علاقمند بودیم ولی متاسفانه به دلیل عقب ماندگی در تولید علم در چند صد سال گذشته سرزمینمون خیلی تحت تاثیر شاخصه های نگاه موسیقایی غرب قرار گرفتیم. تکنیک رو یک جورایی اونطوری تعریف کردیم، محتوا رو یک جورایی اونطوری تعریف کردیم. در یک نسلی ما میبینیم که نوازندگی و نگاه به موسیقی، اون شاخصه هایی که باید بهش توجه بشه یک کمی کمرنگ میشه و شاخصه هایی که جز مؤلفه های فرهنگی ما نیست به قول معروف پررنگ تر میشه و ما تحت تاثیر اونا قرار گرفته بودیم. یعنی سرعت نوازی مثلا با سریع ساز زدن، مثلا ریتم های پیچیده استفاده کردن و همش هم تجربه جالبی بود ولی اصولا خاستگاه موسیقی ما نبود. خود من سالها تو این مسیر دست و پا زدم، خب به توانایی هم رسیدم که شاید قبل از اون نشیده بودم در ساز کسی، ولی امروز نگاه میکنم که آیا این مسیری که من این توان رو براش گذاشتم مسیر ادامه فرهنگ ایرانی بوده یا نه، سوال دارم. و برای همین تلاشم راجع به نسل‌های آینده اینه که متوجهشون بکنم به قواعد فرهنگ ایرانی و مسیری که فرهنگ ایرانی حالا در عرصه‌های مختلف هنر ایرانی طی کرده، به خصوص در موسیقی. به نظرم اگه نگاه جوانهای ما به این سمت متوجه بشه خیلی توفیقش برای ما بیشتر خواهد بود و خیلی میتونیم امیدوار باشیم به اینی که این مسیر در اون صراطی که باید ادامه پیدا میکنه و تأثیر فرهنگای دیگه بنیادی نخواهد بود. طبیعتا ما یک فرهنگی هستیم که تأثیر میگیریم از فرهنگای دیگه و این جزء امتیازات فرهنگ ماست، ولی تأثیر بنیادی نمیگرفته هیچ وقت فرهنگ ایرانی. و در میگم دهه های از دهه 50 تا
تا دهه مثلا 80 این 30 سال یک کمی موسیقی ما تحت تاثیر یک نگاهی بود که به نظرم یک کمی مسیر رو به یک سمتی برد که خیلی هم گن و همسان با شاخصه و مؤلفه های فرهنگی ایرانی نبوده و سعی میکنم که جوان ها رو اگه بتونم میبینم که خوبن متوجهشون به این نکات میکنم.